باید باشون سازش کنیم. خب خواستیم سازش نکنیم، 40 سال شد وضعیتمون این. ما نتیجه نگرفتیم. اگه نتیجه میگرفتیم تو این 40 سال باید میگرفتیم، نگرفتیم. از این بعد باید رویه رو عوض کنن. سالمو داریم میگیم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، ولی با یه برگه پاره کردن زندگی 80 میلیون ایرانی رو تحت شعاع قرار داد. با یه برگه پاره کردن مدعی هم هستیم، خیلی قوی هستیم، ولی این چه قدرتیه که یه کشور دیگه میتونه واسه ما خیلی راحت زندگی ما رو تحت شعاع قرار بده؟ علاوه اقتصادی خیلی مشکل داریم، تورم 600% 700% نسبت به 3-4 سال پیش ما تجربه کردیم. خب تا ابد که نمیشم دعوا کرد با همسایه‌ها، بعد بالاخره آخر صلح دیگه، این بالاخره هر دعوای آخر صلح دیگه، بعد کنار بیان دیگه، اونام با گفته خودشون عمل نمیکنن دیگه. این همه گرونی توی مملکت ما بیچاره کرد ما رو بابا فرجا، همش گرونی و گرونی و گرونی دیگه. بعد بالاخره یا یک طرفه بشه به قول گفتنی، یا این بر یا اون بر دیگه. 5 ساله این اتفاقات تو حرف و جلسات و اینا فقط مونده. واقعا برجام یه برجام عزتمندانه میخوایم، برجامی که تو زندگی مردم تأثیرشو بذاره دیگه، توی حرف نباشه، توی جلسات تموم نشه دیگه، بیاد تأثیراتشو توی جامعه ببینیم. دولت خودشون، دولتی ها و مجلسی ها، دولت و مجلس الان همسو شدن، اصلا قوای سگانه همسو شده. به نظرم در این دولتی که هر سه قوه متحد شدن و یه طیف فکری کاملا دارن، بنابراین ما دوست داریم به قول معروف این برجام هم قول معروف سر سامان بگیره، کشورها با هم صلح و دوستی برقرار بشه، به قول معروف حالا تعدی و چیز هم نشه، ولی به قول با توجه و حرمت هم دیگر برجام انجام بشه. ما هم به قول معروف بدون یعنی چی این تحریم ها برداشته بشه. طوری که مسئول صحبت میکنه یه مقدار به آینده به قول معروف خوشبین هستیم، ولی خب یه مقداری هم تردید هست. ان شاءالله که درست بشه.